آرته یکی از پربیننده ترین شبکه های تلویزیون فرانسه گزارشی در مورد جنایات صورت گرفته در اشرف پخش کرد و با بستگان یکی از مجاهدان اشرف به گفتگو پرداخت. تلویزیون آرته در گزارش خود که روز پنجشنبه پخش کردید گفت: آیا نیروهای عراق قادر هستند که امنیت کشور را تأمین کنند؟ پنتاگون خروج نیروهای آمریکایی را تایید می‌کند که در سال 2011 انجام خواهد شد. در بعضی نقاط عقب نشینی نیروهای آمریکایی آغاز شده است. عراقی‌ها کنترل کمپ پناهندگی اشرف را که کمپی است واقع در 60 کیلومتری شمال بغداد به دست گرفتند. در اینجاست که مجاهدین خلق از سال‌ها پیش اقامت دارند. این ایرانی‌ها که مخالف رژیم تهران هستند، نیروهای ویژه عراق را متهم می‌کنند که در 28 ژوئیه گذشته با آنها حمله کردند. در بخش دیگری از این گزارش، گزارشگر تلویزیون آرته با خواهر یکی از مجاهدان شهر اشرف به گفتگو پرداخت و گفت: الهام زاکری با همسرش و دو فرزندش در حومه پاریس زندگی می‌کنند. او برای خواهرش که جزو 3500 ایرانی می‌باشد که در کمپ اشرف محبوس هستند نگران است. الهام زاکری میگوید: امروز من در مورد اوضاع خیلی نگران هستم. او زخمی شده است و فکر میکنم اگر حمله دومی صورت بگیرد جان او در خطر است. گزارشگر تلویزیون آرته افسود: الهام زاکری دلایل کافی برای نگرانی دارد. واحدهای ویژه ارتش و پلیس عراق 28 ژوئیه گذشته به کمپ حمله کردند. در محل ایرانی ها از حمله نیروهای عراقی فیلم گرفتند. تصاویر غیر قابل تحمل هستند. نیروهای امنیتی به غیر نظامیان بیدفاع با باتون و تبر و سلاح گرم حمله کردند. بیلان عفو بین الملل 11 کشته و 300 زخمی است. 36 نفر بدون رد مفقود شدند. الهام زاکری میگوید: میبینید که امیر خیری به خاطر ضربات قادر به راه رفتن نیست. او چند ساعت بعد فوت میکند به خاطر اینکه امداد نرسید، به خاطر اینکه پزشکی نبود. تلویزیون آرته فرانسه در گزارش خود به قرارداد مجاهدان اشرف و نیروهای آمریکایی برای حفاظت از اشرف می‌پردازد و سپس با یکی از مجاهدان اشرف گفتگوی تلفنی به عمل می‌آورد. این تلویزیون می‌گوید در 2003 ایالات متحده کنترل کمپ را در مقابل اینکه مخالفین رژیم تهران پذیرفتند خلع سلاح شوند به عهده گرفت. اما در ماه می گذشته آمریکایی‌ها از کمپ خارج شدند و اهالی را بدون دفاع رها کردند. دولت عراق آشکارا تصمیم گرفت که رژیم ایران را خشنود کند و حکومت تهران شرایط خودش را دیکته کرد که کمپ اشرف باید نابود شود. آن طرف خط تلفن ثمر حلوایی صحبت می کند که یک ایرانی است که به فرانسه صحبت می کند. او با والدینش در کمپ زندگی می کند. ثمر حلوایی می گوید: ما بیم یک حمله وحشتناک دیگر را داریم. احتمال قوی وجود دارد که یک جنایت علیه بشریت برای بار دوم واقع شود، چرا که این نیروها هنوز حضور دارند. چهار طرف اشرف توسط نیروهای عراقی اشغال شده است. به طور مثال خودروهای مواد غذایی را نمیگذارند که وارد اشرف بشود. آنها نمیگذارند خبرنگاری وارد شود. تلویزیون آرته فرانسه در ادامه گزارش خود می‌افزاید: ده ها تن از اهالی اشرف یک اعتصاب غذا شروع کردند تا به جامعه بین‌المللی نسبت به سرنوشت خود هشدار بدهند. آنها می‌خواهند که آمریکایی‌ها کنترل کمپ را مجدداً به دست بگیرند. گزارش تلویزیون آرته درباره جنایات صورت گرفته شده در اشرف در بخش‌های آلمانی زبان این تلویزیون نیز پخش شد.